بچه‌ها بریم سراغ تمرین های درس سوم. از تمرین الاول ایو کلمت من کلمات معجم درس تناسب و توضیحات تالیه. کدام یک از کلمه های معجم درس مناسب هستن برای توضیحات زیر؟ اولیش گفته بحر یعادل و سلسل عرض تقریبا، دریایی که برابر است تقریبا با یک سوم زمین، خب میشه دریای اقیانوس آرام که بعد بگیم المحیط الهادئ، اقیانوس آرام المحیط الهادئ. دومیش از تجمع و دوران و حول شیء، یعنی جمع شدن و چرخیدن پیرامون یا دور چیزی، میشه به هم پیچیدن، یا همون کلمه‌ای که در این درس خوندیم التفاف به معنی به هم پیچیدن، در هم پیچیدن. سومی الذی یعطیه الله عمرا طویلا، یعنی کسی که خداوند به اون عمر طولانی عطا میکند یا میدهد. پس بعد این شخص رو بهش بگیم کهنسال یا معمر، معمر به معنی کهنسال. چهار رومین عبارت الذی یعمل فی المزرعه، یعنی کسی که در مزرعه یا کشتزار کار میکند. خب این شخص کشاورزه. سالهای قبل یاد گرفتیم که بگیم فلاح، زاره، ولی کن در این درس یاد گرفتیم که بگیم مزاره. خب پس مزاره، فلاح یا زاره رو می نویسیم و ترجمهش هم که به معنی کشاورزه. خب عبارت پنجم بچه ها، صفات و احدن او شیئن، یعنی ویژگی های شخصی یا چیزی، یا صفات شخصی یا چیزی، که کلمه که تو این درس یاد گرفتیم مواصفات بود به معنی ویژگی ها، پس همون رو می نویسیم مواصفات به معنی ویژگی ها. بریم تمرین دوم. از تمرین ثانی ترجمه الاحادیث النبویه ثم عین المطلوب منک، ترجمه بکن حدیث های پیامبر رو، سپس مشخص بکن اون چیزی رو که از تو خواسته شده. اولین حدیث از پیامبر اسلام ما من مسلمن یزرع زرعا او یغرس قرصا فیاکل منه طیر او انسان او بهیمه الا کانت له بهی صدقه، هیچ مسلمانی نیست که زراعتی کشت کند یا نهالی بکارد، پس پرنده یا انسان یا چارپایی از آن بخورد جز این که به سبب آن برایش صدقه ای باشد. خب بچه‌ها بریم با هم دیگه کلمه کلمه ترجمهش بکنیم. اولین نکته ای که باید بهش توجه بکنیم این هستش که وقتی که ما میخوایم کلمه مامن رو ترجمه بکنیم، مامن یعنی هیچ نیست، حتما باید به کلمه بعدش توجه بکنیم. الان اینجا مسلم رو داریم، مامن مسلمن یعنی اینکه هیچ مسلمانی نیست. خب با همین نکته بریم ادامه ترجمه. هیچ مسلمانی نیست که زراعتی را کشت کند یا نهالی را بکارد، پس از آن پرنده یا انسان یا چارپایی بخورد مگر اینکه برای او به سبب آن صدقه ای کانت باشد. پس ترجمه را انجام دادیم کلمه به کلمه. چه چیزی رو ازمون خواسته؟ نکته دومی که صورت سوال ازمون خواسته بود این بود که ثم عین المطلوبه منک، اون چیزی رو که ازت خواسته رو مشخص بکن. الان برای حدیث اولی از ما جار و مجرور خواسته. خب ما عبارت رو باید نگاه بکنیم، جار و مجرور حرف و اسم بود، هر جا حرف و اسم داشتیم به عنوان جار و مجرور انتخابش بکنیم. نگاه بکنید بچه ها، اولیش من مسلمن هستش، جار مجرور. میایم ادامه جمله نگاه میکنیم، من هو حرف اسم، ضمیرم اسم دیگه، یه ضمیر چسبیده به یک حرف، پس اینجا هم جار و مجرور داریم. ادامه بدیم ببینیم، لهو هم داریم، بهی هم داریم که ضمیر به حرف چسبیده، پس اینجا همش میشه جار و مجرور. من مسلمن، من هو، لهو، بهی. بعدش از همون چی خواسته؟ اسم فاعل خواسته، فاعل نخواسته ها،
اسم فاعل خواسته. اسم فاعل رو هم یاد گرفتیم به طور کامل که هر کلمه ای که بر وزن فاعل باشه، هر اسمی که بر وزن فاعل باشه، یا اینکه اگر ثلاثیش مزید بودش در ابتداش مو قرار میگیره، یکی مونده به آخرش کسره. خب نگاه بکنیم ببینیم، همین کلمه مسلم رو نگاه بکنید، ابتداش ضمه مو قرار گرفته و یکی مونده به آخرش هم که کسره است، پس همین میتونه اسم فاعل باشه. بازم در جملمون وجود داره دیگه، هیچ کلمه ای که بر وزن فاعل یا اولش مو یکی مونده به آخر کسره باشه وجود نداره، پس کلمه مسلم رو مینویسیم. بریم سراغ حدیث دوم از پیامبر اسلام. ما من رجل یقرس قرصا الا كتب الله له من الاجر قدر ما یخرج من ثمر ذلک القرص. هیچ مردی نیست که نهالی بکارد جز این که خداوند به اندازه آنچه از میوه آن نهال خارج می شود برایش پاداش می نویسد. حالا کلمه کلمه با هم دیگه ببینیم. باز مامن رو داریم که توضیح دادیم، همیشه کلمه بعدش رو باید نگاه بکنیم. مامن رجلن یعنی هیچ مردی نیست، هیچ مردی نیست که نهالی رو بکارد الا مگر اینکه، به جز اینکه خداوند برایش می نویسد پاداشش رو. به چه اندازه؟ به اندازه آن چیزی که خارج می شود از میوه آن نهال. پس ترجمه رو انجام دادیم، بریم قسمت دوم ببینیم که مطلوبی که خواسته ازمون، چیزی که طلب کرده ازمون، خواسته ازمون چی هستش. در این بخش فعل ماضیه، سریع به عبارتمون نگاه میکنیم. فعل ها یقرسو فعل مضارع است، کتبه فعل ماضیه، یخرجو هم که فعل مضارع است، پس فقط یه دونه فعل ماضی داشتیم در این بخش، کتبه. مفعول ازمون خواسته، مفعول رو باید توجه بکنیم به فعلامون. ما اینجا صدا فعل داشتیم، ببینیم که آیا فعلی وجود برای این فعل ها، مفعولی وجود داره. چه چیزی خارج می شود؟ قرصن، نهالی، یعنی اینکه حرکت مفعول رو داره بعد از فعلمون. اگر اسمی بیادش که حرکت فتحه داشته باشه، یعنی منصوب باشه، به عنوان مفعول میتونیم استخدامش بکنیم. پس این رو در نظر بگیریم. بیایم جلوتر نگاه میکنیم، قدره میتونه مفعولمون باشه و انتخابش بکنیم. پس قرصن و قدره به عنوان مفعولمون انتخاب شدن. بریم عبارت سوم. سؤال النبی صلی الله علیه و آله ایل مال خیرون قال زرع زرعه صاحبه. خب از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد کدام مال بهتر است، فرمود زراعتی که صاحبش آن را کاشت. بچه ها خوب دقت بکنید، سؤله الان فعل ماضیه، ولی چه نوع فعل ماضی هستش؟ ماضی معلومه یا ماضی مجهول؟ چون ابتدای فعل ماضیمون ضمه اومده، پس 100% فعل ماضی ما الان مجهوله، چون یاد گرفتیم زمانی که داشتیم فعل ماضی رو بررسی میکردیم معلوم و مجهول بودنش رو، گفتیم که هر وقت فعل ماضی اولش ضمه قرار گرفت 100% اون فعل ماضی تو مجهول هستش. پس باید وقتی میخوایم ترجمه بکنیم به این نکته هم توجه بکنیم که مصدر شدن رو درش به کار ببریم. پس سؤال میشه سؤال شد از چه کسی؟ از پیامبر. از پیامبر سوال شد ایل مال خیرون، کدام مال بهتر است؟ قال فرمود زرعه صاحبه، یعنی زراعتی که صاحبش آن را زرعه، یعنی کاشت، یا میتونیم حتی بگیم بکارد. چه چیزی در این بخش ازمون خواسته شده بعد از ترجمه؟ فعل مجهول که الان توضیحش رو کامل بیان کردیم که سؤله به عنوان فعل ماضی مجهول ما هستش، سؤله رو می نویسیم. فاعل هم از ما خواسته. طبیعتا بچه ها اینو خوب می دونیم که در فعل ماضی مجهول یا مضارع مجهول ما فاعل نداریم، پس به دنبال فاعل نمی گردیم، ما نائب فاعل داریم که الان بحثش
جداست، پس اینجا دنبال فاعل نمیگردیم، میایم جلوی فعل دیگه پیدا بکنیم. قاله رو داریم که فاعلش بیان نشده، در به صورت ظاهر اسم ظاهر نیستش، یا حتی ضمیر بارزم نیستش، پس این هم میذاریم کنار. فعل بعدیمون زرع، کاشت. چه کسی کاشت؟ صاحب. پس کلمه صاحب رو از نظر معنایی به نتیجه رسیدیم. نکته بعدی رو بچه‌ها خوب توجه بکنید که ما در یادگیری فاعل بیان کردیم که هر وقت اسم مذمومی، یعنی اینکه مرفوع باشه، آخرش او داشته باشه، بعد از فاعلمون بیادش اون میتونه فاعل ما، بعد از فعل بیادش اون میتونه فاعل ما باشه. الان دقیقا همین اتفاق افتاده. کلمه صاحب آخرش ضمه داره، یعنی مرفوع هستش، بعد از فعلمون اومده، پس از نظر قواعدی هم میتونیم به نتیجه برسیم. هم از راه ترجمه به نتیجه رسیدیم و هم از راه قواعد به نتیجه رسیدیم که صاحب فاعل ما هستش در این بخش. تمرین ثالث، تمرین سوم. عجب عن الاسئلت تالیت حسب صور، یعنی پاسخ بده به سوال‌های زیر بر اساس تصویرها. بهمون در هر بخش یک تصویری داده شده، باید از اون تصویر استفاده بکنیم، به سوال‌های هر بخش پاسخ بدیم. اولین سوال، به من یذهب الطلاب الی المدرسه، با چه چیزی میروند دانشجویان یا دانش آموزان به مدرسه؟ خب از تصویر استفاده میکنیم، میبینیم که به وسیله اتوبوس، پس میگیم بالحافله، با اتوبوس. سوال دوم، فی ای بلادن تقع هذه الاهرام، در کدام کشور این اهرام یا همین هرم های ثلاثه هستش وجود دارن؟ خب میدونیم که در مصرن واقع شدن، البته بهتره بگیم ترجمه شو بچه ها، واقع شدن، میگیم که در مصر، پس فی مصر. سومین سوال، کیف الجو فی اردبیل فی الشتاء، چگونه از هوا در اردبیل در فصل زمستان؟ خب از تصویرم که کاملا مشخصه که هوا بسیار سرد هستش، چون گفته که در مورد هوا سوال کرده، پس میتونیم بگیم که بارد همون سرد. سوال چهارم، لمن هذا التمثال، مال چه کسی است این تندیست؟ خب از تصویر مشخصه که برای یک عالم بسیار جلیل القدر به نام سیبوی هستش، پس میگیم ل سیبویه. سوال بعدی، هل تو شاهد وجهن فی سوره، آیا چهره ای در تصویر میبینی؟ خب بله، ما تو این تصویر یک چهره ای رو میبینیم، فقط جوابمون نعم هستش به معنی بله. سوال ششم، ماذا تو شاهد فوق النهر، چه چیزی میبینی بالای رودخانه؟ بالای رودخانه ما یک پل میبینیم، پس بهتر بگیم جسر به معنی پل.